ناکن دیگه. چی میگی؟ اینجا نداریم؟ نه. تو شکلای بعدی نشون میدم بچه. اینجا نداریم. درسته؟ نه اینجا نداریم. بیا عقب‌تر دوباره. برگرد. آها. بچه ها. اینجا چکشی بود با مفصلش. در واقع چکشی و سندانی مفصلشون اینجا بود. پایین‌تر پرده سماخ بود. پس بله پرده سماخ از محل مفصل چکشی و سندانی پایین‌تره. درسته؟ به 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 به. رشته های عصبی حسی مرتبط، رشته های عصبی حسی مرتبط با گیرنده های شنوایی در گوش، در واقع در حلزون گوش، همانند گیرنده های بویایی که حالا اینجا را اصلا من فعلا کاری ندارم چون نگفتم بهتون، اصلا اینجا برکن بیا اینجا بسن کاری نشه باشه. میگه این گیرنده های شنوایی از ساختار قشای پایه عبور میکنم. بابا آره دیگه نگفتم مگه؟ اینجا رو ببین، اینجا رو ببین ایناش. بچه ها این رشته های عصبی مرتبط با گیرنده های شنوایی تو توی حلزون گوش هستش. مگه نمیان از قشای پای رد بشن؟ مگه نیومدن از قشای پای رد شدن؟ ای رد شدن دیگه. بیا بعدی. پس آقا اینم با حالا میگم تست ضخامت زیادی داره و وحشیه دیگه، گزینه نگفته. میگه مورد الف بر خلاف جیم. نه آقا الف که اصلا نادرست بود. خب مورد الف نادرسته، بر خلاف جیم نادرسته. تعداد موارد درست از نادرست بیشتره، تعداد موارد درست از نادرست کمتر. آقا دو درست داشتیم دو غلط، اول اینجوری میگم دو غلط داشتیم دو درست. خب درست از نادرست کمتر نیست، درست از نادرست بیشتر نیست، درست با نادرست برابره. درست با نادرست بچه ها برابره. فقط مورد الف هم گفتیم که درست نیست دیگه، مورد جی، مورد ب هم نادرسته. اوکی جواب میشه گزینه 4. چقدر جذابه. بیا بعدی، بیا تست بعدی، بیا تست بعدی ببین چی آوردم برات. بیا ببین چی آوردم. تنوریه ها، تنوریه قشنگ میچسبه. مناسب و خاصه. خیلی سوال خوبی هم بود اتفاقا رفقا. میگه در انسان سالم جای خالی گیرنده های حسی موجود در گوش درونی. یعنی باید هم بچه ها گیرنده های موجود در مجاری در بخش تعادلی رو حساب بکنی، هم باید گیرنده های بخش شنوایی رو محاسبه در واقع حساب بکنی. اما گیرنده های دیگری هم داریم بچه ها، حواستون باشه. ما گفتیم توی گوش، اول ویدیو گفتم هم گیرنده های حس ویژه داریم هم گیرنده های حواس پیکری هم هست. یعنی هم باید بچه ها وقتی میگه گیرنده، باید هم گیرنده های شنوایی رو بگیری، هم تعادلی رو بگیری و هم پیکری ها رو بگیری، چون تو گوش وجود داره، درد و فشار و این داستان وجود داره اونجا. میگه هر گیرنده حسی موجود در گوش درون، یعنی اینا، میتونه در پی لرزش دریچه. آقا گیرنده که تو بخش تعادلیه با لرزش دریچه بیزی تحریک نمیشه، چون ربطی هستن به هم دیگه دارن. دریچه گیرنده بچه ها مثلا تعادلی با حرکت و چرخش سر، با حرکت مایع درون مجاری نیم دایره تحریک میشد، نه با لرزش مایع درون مجاری شنوا، مجاری حلزون گوش. حتی پیکریه میتونیم برای این رد گزینه بزنیم. بیا بعدیم. هر گیرنده‌ای که بچه‌ها، اینم بگم ها، بچه‌ای که میخوان تست رو بزنن اگه ویدیو اول رو ندیدن برن ببینن ها، نمیتونن بزنن تست رو، چون باید بخش اول رو هم دیده باشید. قسمت دو مکمل قسمت یکه. نه یه تست رو الان بزنی بگی آقا من نتونستم بزنم ویدیوها فلان بزن، نه برو اولی هم ناکن ناموسن. خب میگه هر گیرنده‌ای که حسی در گوش درونیه در ارسال پیام عصبی به بخش اصلی مغز دخالت. بچه ها همه این گیرنده ها فرقی نمی کنه، شنوایی باشه، تعادلی باشه یا مثلا پیکر باشه، میخوام لهجه ترکی بگیرن البته خب تو این نشه من خوام ترکم. همه این گیرنده ها بچه ها، همه این گیرنده ها بالاخره پیام هایی میفرستن به
مخ که بخش اصلیه، به مخ، به مخ، به مخ میفرستن دیگه. پس درسته، همین میشه جواب. اما بیا بعدی، میگه فقط بعضی از گیرنده های حسی موجود در ôi trời ơi, trời ơi là trời, ngồi đứa xỉa nắng vôi mà anh cứu chi. Đang để cho đủ cái trứng này thì đã còn 3 phút nữa. Lọ đường hay lọ muối mà. Ngồi tí cho đủ 3 phút thôi. Ô trời, tao mưa mưa mát cái gì hết á. Phải nghìn rồi đó.